بینندگان عزیز سلام، خوشحال هستیم که بازم هفته فرا رسید و ما و شما بازم در آشپزخانه یک جا با هم هستیم. ما خانم ها و آقایان که هم آشپزی میکنن و در فضای آشپزخانه تنها نیستیم، دق نمیاریم، بلکه آشپزی را به بسیار ساتیری، دلچسپی، دلگرمی و خوبیش انجام میدیم، بلاقه انجام میدیم. و امروز پلان ما ایسته که ما براتون منتو را یاد بتم، یاد نه که نشان بتم. البته همگی منتو را یاد دارن و میفهم که خودشان بلد هستن، اما تنها یک سرگرمی بر ما شما هست، بر کسایی که نمیفهمند که منتو چه قسم جور میشه، بر از اونها یک کمک میشه. بیننده های عزیز، در این قسمت میخوایم که ما براتون مواد مورد ضرورت خمیر منتو را بگویم. آرد سفید 2 کیلو، تخم 2 دانه، آب به قدر ضرورت، نمکم به قدر ضرورت، روغن مایع 4 قاشق. این مواد من اینجا میمونم تا دخترکم براتون خوب عکاسیش کنه، کمک دیرتر که شما هم او را بتونین که ببینه. خب این حاله که از پروگرام از او نوشته خلاص شدیم، حالا میاییم با آرد خود 2 دانه تخمه علاوه میکنیم. سعی کنیم 2 دانه تخمه در آرد علاوه میکنیم. همتو نمک که گفتیم به قدر ضرورت، ما نمک کمتر مصرف میکنیم، از او خاطر نمک کمتر. و روغنم 4 قاشق غذاخوری، 1 2 3 4، 4 قاشق غذاخوری. و آبم باید شیرگرم باشه، آب سرد نباشه، خمیرتون خوبتر میه. میفهمید که با دستکش خمیر کردن خوب نیست، به خاطر که تمام خمیر ها با دستکش میچسبه و دستکش کش میکنه. از او خاطر من معذرت میخوام که من با دست خود خمیر میکنم. آبم قدر مندازیم و ایره با هم میکس میکنیم. فکرتون باشه که خمیر منتو همیشه باید سخت خمیر شوه، و اگر خمیرتان نرم باشه بسیار سخت است که او را از ماشین بکشین یا بقیه کارهایی که شما او را پر میکنین و بخار میتین، جوش میتین، او مقاومت کنه. بنابراین خوب است که خمیرتان سخت باشه از اول. بیننده های عزیز، ببینید که خمیر به این اندازه رساندیم. ای بسیار مالش زیاد کار داره و کس که خمیر منتو را کده همیشه میفهمه که خمیر منتو مالیدن زیاد داره تا که خوب این سرشیمه بیایه و خوب درست شود که منتوهای ما خوبش بیایه. اینال ایده در یک ظرف دیگه میمونیم و ریش پلاستیک میگیریم. ببینید خواندن مقبوله؟ این خواندن یک بیننده عزیز ما بر ما روان کرده و گفته که به تمام خانم ها تقدیم میکنم، به کسایی که مادر ندارن، به کسایی که مادر خود دوست دارن. البته من نفهمیدم که خواندن تاجیکی امی خواندن است یا کدام خواندن دیگه. به هر حال این خواندن هم بسیار شعر مقبول داره. مواد داخل منتو را براتون بگویم که او عبارت از پیاز میده شده، که پیاز را به اینی اندازه میده میکنین هرقدر که پیازتون خرد ریزه شوه به مو اندازه خوبتر ملایم میایه. و گوشت کوفته دارین که در افغانستان ما شما گوشت گوسپند استفاده میکدیم و او را خرد خرد با دنبایش ریزه میکدیم و منتو بسیار پنبهی و نرم و خوبش میامد. اما اینجا او شرایط نیست، باز گوشت کوفته
گاو استفاده میکنیم. شما میتونین از گوسپند و یا از مرغ، هر چیزی که میلتان است امور استفاده کنین. نمک کار داریم، مرچ سرخ کار داریم و مرچ سیاه. امی پنج چیز که گوشت است و پیاز، نمک و مرچ و مرچ سیاه، مواد داخل منتوس که این رسپتش هم اینجا براتون میگذارم که شما هم داشته باشین. امیدوار هستم که شما هم یک منتوی جانانه و مزه‌دار برای فامیلتان برای آخرای هفته یا برای مهمونیتان اینایتان تهیه کنین که من این کار هم میکنین. آزیتا جان گلم یک بیننده ایرانی قندول سمندولم بر من نشته کرده که فهیمه جان مجاهای من تاکید از بس که انتظار میکشم. من نفهمیدم منظورت آزینا جان گلم که منظورت از آمدن پروگرام جدید است که مجاهای خودت ریخته، یا ای که از فرمایش مویی که گفته بودی و ما او را هنوزم در پروگرام ندارم از خاطر مویی است. امیدوار هستم از هر دو خاطر که باشه امروز پروگرام جدید پر میکنیم و مویی هم در پلان ما هست داینده بخواهی برتان تهیه میکنیم. حالا میریم و این مواد برتان نشان میتونم که چطور این مواد ما منقل ظرف مانده و منقل بلند میکنیم. یه خوش روغن در ایمن دازیم، این حال گوشت در ایمن دازیم، دو کیلو گوشت، فقط در دقیقه گوشت باید سرخ کنیم که تمام خونبوییش رو بندره و خود گوشت هم پاش پاش شود و خوب سرخ شود. وقتی که سرخ شد بازدارش پیاز هم اندازیم و مساله های خود هم اندازیم. حالا همیشه باید گوشت شور بدین که یک سیخ سرخ میشه یک سیخ میمونه. زود زود این کار رو میکنیم. بیننده های عزیز، اینال که گوشت ما به این سلط رسیده ببینیم که پاش پاش شده و خوب سرخ شده. به این وقت ما همی پیاز هم مندازیم که پیاز ما یک ذره گکشته شود. در از اینکه پیاز ها اینجا بسیار درشت است و داخل منتو زیر دندان ها دمست میشن، از او خاطر خوب است که ایره پرتیم. و در این وقت من فراموش کردم که براتون بگویم که بعضی ها سیر اصلا خوش ندارن و بعضی ها خوش دارن، که من یک قاشق سیرم در مواد خود بندازم برای از اینکه خونبوییش از بین بره. و میفهمم که بسیار بیننده های ما مخصوصا در جرمنی، یک بیننده ما نشته کرده بود که اگر من سیر بخورم من از کار همکارای من سرمه انتقاد میکنه و خوب نیست. من میفهمم که در اروپا بسیاری مردم ایتالیا، سویسیا، فرانسویا زیادتر مردم استعدادی هستند که طرفدار سیر هستند، مفاد سیر میفهمند و تا که سلاتشان سیر نداشته باشه اصلا سلات نمیخورند. و همینطور تعداد در همه جای هستند که سیر خوش ندارند اما مفاد سیر فکر نمی کنند، ارزش سیر فکر نمی کنند، تنها سر بوش فکر می کنند. برحال هر کس دلش میتونید پرتین، میتونید نپرتین، هر چطوره که میل خودتان است. حالا هم یک قاشق نمک به این اضافه میکنیم و همه تا دو قاشق از مرچ مساله دار خودم که میفهمید که مرچ بسیار تند است و دو قاشق هم مرچ سیاه در منتو زرگی است. یعنی بدون مرچ سیاه نمیتونیم که اصلا منتو پخته کنیم و کل مزه منتو سر این مرچ سیاه است. همیاله که من این مساله ها را زدم وقت بوی منتو در دماغ ما آمد. برای اینکه همین مساله منتو است که منتو را میسازه و مزه منتو را جور میکنه. ببینید
باید موادتان به این شکل معلوم شوه و زیاد از این را پخته نمی کنیم که یک دانه پیاز پیل شده و زیاد این مواد زیاد پخته نمی کنیم که عیف میشن و باز اینا یک بخار دیگر در داخل منتو دارن که باید او را هم مقاومت کنن. حال ما مواد خود را تیار کردیم، خلاص شد. حال می خواهیم که من قلقل کنیم که زیاد پخته نشد. بینندوی عزیز، در این قسمت باید براتون یادآور شوم که یک چلو صاف بگیرین، در زیرش یک چیز را بانین و می پیاز و گوشت را که سرخ کردین در این چلو صاف فردین که او اضافیش باید برد. بینندوی عزیز، حالا برای قرمه دال نخود که برای روی من تو کار است، مواد لازمش را براتون میگم. دال نخود 1 کیلو، پیاز 3 دانه، مرچ تازه 50 گرم، سیر تازه میده شده 100 گرم، زردچوبه 2 قاشق چای خوری، نان خوری، غذا خوری، نمک به قدر ضرورت، روغنم به قدر ضرورت، هر قدر که خوش دارین، و رب بانجان رومی هم 3 تا 4 قاشق کار است. که این لسته بر شما میمانم که این خوب داشته باشین و از استفاده کنین و مواد خود تا پیش دیگه نقل میتونم که باز با ما بیاییم و یار آلیده یک دیگ مقدار از روغن انداختیم و 3 دانه پیاز انداختیم که این بجوشه و سرخ شوه. درجه منقل خود کم میکنیم و در دیگ دیگه که ما دال نخود انداختیم که جوش بخوره، دانای دال نخود نشاریده اما پخته شده، این را ما میگیریم و صاف میکنیم. بسیاری وقت عیب مواد است که در هوای دال نخود برامده و ما این را به دور مندازیم. زیادتر افغانای ما عادت داره وقتی نخود را جوش میده لوبیا یا دال نخود را همیشه بیرون مندازه. تعداد هم میگه که به خاطر که باد داره و تعداد هم میگه نیمه خوش ندارم و این صاف میکنم باز به دیگ مندازم. ما میتونیم این کار کنیم اما باور کنید بر من عیف میایه که من او دال نخود را دور پرتم و خود دال نخود را استفاده کنم. چقدر مواد در او اوش هست که ما دور مندازیم. من براتون نشان میتونم که اگر شما بخواهید که این را صاف کنید و اوش را بیرون کنید هم میتونید که ببینید این قدر عوضش میبراید و یه اوش تعداد طرفدارش نیست که مصرف شود. تنها خود دال نخود میگیرن، تنها خود دال نخود مصرف میکنن و به این او تازه میدازن برای مصرف. این حال ببینیم که من میخوایم که قرمگک دال نخود براتون جور کنم. همین که پیاز شته شد زیاد سرخش نمیکنیم که اذیت کننده میشه و غیر سی میشه. سی را بهش علاوه میکنیم و مرچ تازه خوده. مرچ تازه بسیار تند است، از خاطر کم مصرف میکنم و در این هیچ از مرچ سرخ خوش کار نمیگیرم برای از اینکه این تندیش برابر به مرچ دیگه است و تا جایی که مرچ تازه میسر شود عیف است که ما مرچ خشک استفاده کنیم. هنوز که بهار است مرچ زیاد است و ارزان هم است، خوب است که به دیگاه خود مرچ استفاده کنیم. مفاد مرچ بر کرونا، بر بندش رگ ها و بر کلسترول، بر همه چیزا، بر ریزش ها و همه چیز فایده داره. اینا رو که اینا کمی سرخ شدن رو به بانجان میخوره هم به این علاوه میکنیم. و همه تو زرچوبه را 2 قاشق زرچوبه را به این علاوه میکنیم. و 1 قاشق هم نمک. میدیدین چه خوب بویش برآمد.
امی که این لواب یا قرمه همه تو سر روغن آمد و خوب ساک شد و این کمه ها علاوه میکنیم، البته آب تازه علاوه میکنیم و دانه خوتا را به این میدازیم. ببینیم که چی یک لواب است و بسیار خوبی این لواب را اسم میکنیم که این لواب به همه چیز کار میده و به این دانه خوتا خدا اضافه میکنیم. اما که آب دو گوش اضافه میکنیم گل نخود را پندیدن و تعداد مقدارشون زیاد شد، کمک دیگه کلانتر لازم است. میبینیم رنگ رخ قرمه گل نخود بسیار خوب شد و یام برای روی منتوی ما آماده شد. دیگه چیز کار نداریم، حالا هم زیرش گل میکنیم و این هم میگذاریم برای وقتی که ضرورت ما شود. من قلع گل میکنیم. بیننده‌های عزیز، حالا میخواییم که ماس منتوی رو درست کنیم. شما میتونید نظر نمید ماسی که باز بیننده‌های ما میگه که این کدام ماس بود. در دوکانهای عربی و ایرانی و افغانی این قسم ماس ها هست و در مغازهای ایرانی امریکایی و همه مغازهای ایرانی و عربی بازم این قسم ماس هم پیدا میشه و برای مزه از او هم یک ماس کیسه‌ای است که در دکانهای ایرانی و عربی هم یافت میشه. سعی کنین ماس کیسه‌ای، این هم باعث مثل چکه ماس کمک مزهش خوبتر است. آل ازر و سیر آل از این ماسا با شما مقدار در ظرف خود مندازیم. همه تو از این ماس مندازیم که ماس زیاد کار میشه و در گرمی زیاد خورده میشه، بسیار خوب است. و یک نیمه از این مندازیم. ببینید به این اندازه استفاده میکنیم و طعمش تاثیر میکنه که بسیار ماستان مزه‌دار باشه. تعدادی هستن هم که قروت هم میخواین که در ماس خود گرد کنن، اینا همه چیز اجازه است، کدام ممانعت وجود نداره. و همه تو نیم قاشق نمک هم بهش اضافه میکنیم و اینا را با هم مخلوط میکنیم و کمی آب هم درش مندازیم. اینا را با هم مخلوط میکنیم که خوب با هم میکس شوند و آب هم بهش مندازیم که برای من تو ماس سخت کار نمی آید، باید یک ذره نرم باشه که برای من تو درست ماس برسه و خوب معلوم شود. این را همینطور گرد میکنیم و بازم یک خوشی دیگه هاپ مندازیم. هنوزم سخت است، کار خود به احتیاط پیش میبریم، نمیخواییم که دفتن بسیار نرم کنیم. این را همینطور آماده میکنیم و میگذاریم که برای روی منتوی ما کار میآید. بیننده‌های عزیز، ببینید که خمیره که یک نیم ساعت ماندیم خوب شده، خوب همه تو همراه یکی دیگه خود ملایم و خوبش هست، هم سخت است هم ملایم است. این همراه آشکه است یک دفعه انوار میکنیم که تا ببینیم که خمیر خوب حالت خوب خود داره یا نه. میبینیم که خمیر چقدر حالت خوب خود داره. این به آرد میزنیم و به ماشین به درجه اول به درجه یک میمانیم. ببینید اینجا درجه اینجا نشته شده.
و در استرالیا و جایهای دیگه به خیالم که نمره از نمره کلان به طرف نمره خرد میرن. داره که نمره باید از یک شروع شود، نه از هفت اینا. برحال ماشین های هر جای نظر به مو حساب است که من دلیلش نمیفهمم، اما ماشینی که در امریکا درست است از یک شروع میشه. برای خمیر منتو خوب است که تا درجه 4 یا 5 بکشیم. یک دفعه 4 میکشیم، میبینیم که مقاومت خمیر ما چقدر است و نازکی خمیرم معلوم میشه که چقدر است. وقتی که ایره کشیدیم اسم میکنیم و لمس میکنیم، میفهمیم نی هنوز لک است. درجه 5 شاید که بهتر باشه. اینه بازم بارد. همیشه فکرتون باشه که اگر خمیرتون بارد میزنید، خطر از این که خمیرتون در ماشین بچسبه کمتر میباشه. از او خاطر خوب است که زامت بکشین و هر دفعه ماشین خمیر در آرد بزنید. هنوزم برای من دول تر است. برای من کمی دول احساس میشه. یک دفعه 6 شمتان میکنم. شاید که من تو خوبتر مانیم شود. بله. نمره 6 اینجا برای من تو خوب است که فکرتون باشه. حال این را به شکل 4 از لب و ایناشتر میشیم. به شکل 4 قطع میکنیم و فکرتون باشه که ما منتوهای بسیاری مردم است که منتوهای خرد خرده را که در یک قاشقشان یک لغمه بیایه بسیار دوست دارن. تا یک دوست ما در سویس بود که بسیار خوش داشت که میگفم یک قاشقم یک دانه منتو شوه، مگر برعکس فامیل ما منتوهای پینپگی سینمای پامیر خوش دارن و منتوها رو خوش ندارن که بسیار خرد خرد باشه. از خاطر من سعی میکنم که منتوهای بزرگتر تهیه کنم که مو بسیار کیف زیادتر داره. بینندای عزیز، حالا رسیدیم به پر کردن منتو که اول باید ظرف منتو را، همین خانه های دیگ منتو را خوب چرب کنیم تا که منتو به این نچسبه و آسان گرفته شود و آسان مانده شود. این یگانه رایی است که ما منتو را نجات میدیم از چسبیدن به دیگ. ایش را میمانیم اینجا، دیگش را هم چرب میکنیم. بینندای عزیز، ببینین حالا مواد را که تهیه کرده بودیم ما در این خمیر میمانیم. باشین که من این را کمکی سو کنم که شما ببینین. این منتوهای پینپگی دان سینمای پامیر و بعض دکانهای مخصوص است که اونجا مردم میرفتن و منتو سیر میخوردن و خوشحال بودن. البته باید بگویم که هر کس سبک خود داره، هر کس مکتب آشپزی خود داره، ولی چی خوب است که ما خانم‌ها مسائل رازهای آشپزی را با همه در میان بگذاریم تا همه خانم‌ها خلاها و خالیگاهایی را که در آشپزی خود دارن متوجه شوند و اونا هم بتانند که غذای خوب و مزه‌دار را بر فامیل خود تهیه کنند. اوکی. اینال دو گوشی منتو را به هم پیوست میتیم و بازم تکرارم این را به هم میزنیم و این طرف هم به هم یک جا میکنیم و این طرف هم به هم یک جا میکنیم. ببینید که چهره منتو و اندازه منتو بسیار خوبش است و این را میگذاریم به دیگ خود. و همه تو دانه دوم براتون نشان میتم که این دو طرف با هم میزنیم و باز هم این دو طرف با هم پیوست میکنیم. باز این دو طرف هم مثل که بخچه بسته میکنید و باز هم این طرف هم. ساختن منتو بسیار کار آسان است، فقط باید تمرین داشته باشین. دانه سیوم هم براتون نشان میدم تا که خوب مطمئن شوین که ببینین دو طرف
خمیره به هم پیوند میکنیم و بازم دو طرف دیگه شه به هم مثل یک بخچه. بعد از او ای را به ای وصل میکنیم و ای را به ای وصل میکنیم. ای هست همون منتویی که به کابل میخوردیم. بیننده‌های عزیز ببینید یک خانه ظرف دیگه منتو پر شد و ما حال یک ذره در یک خوش روغن تر میزنیم که منتو خوب جدا جدا بانه و ای را در سر از این ظرف میمانیم و سرپوشم میگیریم میریم کیره به دیگ بانیم تا دیگه شب پر میکنیم این وقت پخته میشه. باید آب جوش باشه. ببینید آب سوزنک میزنه که نزدیک جوش است. این را میمانیم برای 20 دقیقه. برای 20 دقیقه این خودش پخته میشه و ما تا 20 دقیقه این ظرف دیگه خودش پر از منتو میکنیم. یک خانه دیگه پر شد. ببینیم که اینا رو یک ذره همینطور کده برسته که روغن میزنیم که خوبش برای این هم میگیریم و میریم اینار چی میکنیم؟ اینار چون منزل یک منزل ما رو که پر کده بودیم این نزدیک پختن است. ایده در سر میمانیم و او را که پختن نشده را در زیر میمانیم و ایده پس در اینجا میمانیم. بازم براتون نشان میتم که منزل اول چه قسم معلوم میشه. روی چیز غبار گرفته و ببینیم که هنوز یک در دقیقه کار داره من تو و منزل زیر پایانی یک 20 دقیقه کار داره. اینا بجوشن من دیگه من توی خود پر میکنم. با ما باشین و باز وقت کومنت ها میرسه. من میفهمم که خوبترین وقتتان منتظر کومنت ها میباشین. این مواد لازم ماست و سیر و نمک هست که برای کشیدن منتو کار میایه و شما میتونید که از خواندن نه از یک کاغذ ببینین و تعقیب کنین. بیننده های عزیز 20 دقیقه از این طبقه بالایی منتو رسید که این را باید ما پس کنیم و اینجا بانیم و سرپوش پس برای از او دیگه منتو اینجا بانیم که او تفتش گم نشه. ببینین منتو وقتی که اینی رنگ به خود میگیدن اینا پخته شدن و آله ما که برسی کمک دری از اینا میزنم کاسان گرفته شوند و توتا نشد. فقط یک برسه به همیشه که بیزنم کفایت میکنه و اینال چیزی که منتو را منتوی سینمای پامیر میسازه میفهمین چیز؟ گشنیچ میده شده. تخمه گشنیچ میده شده را شما در روی منتو مندازین. امی است که مزه منتو را از منتوهای عادی متفاوت میسازه. فقط اینمی تخمه گشنیچ است که در این وقت شما به منتو میزنید. بعد از او پیره زدین هر دانه منتو را میگیرین. ببینید سلامت بلند میشه. به خاطر چیز؟ به خاطر که خمیر درست است، به خاطر که وقت پختش درست است و مواد داخلش درست است و همی فرصت را که ما بروش تخمه گشنیچ زدیم یک لذیذ شد که منتو هوا بخوره و ازم جدا شوند که به هم نچسبند. و اگر شما این امیال یک دانه از این منتو را این امیال در داخلتان کنید میفهمین که مزه از این منتو چه قسم است و تفاوت از این منتو با منتوهای دیگه چی است. فقط این امی کارهایی است که ما کردیم. اگر شما ما رو تعقیب کنین و مو به مو امی مواد را که ما استفاده کردیم استفاده کنین و امی سیستم را که ما کار گرفتیم کار بگیرین انشالله و توکل خدا که از مزه من تو سیر نمیشه. ما براتون این را گرانتی میکنم.
بیننده عزیز، امو طبقه دو میرم که ما ممتو پر کرده بودیم پخته شده، اینال سرپوش به این ممتوی تازه میمونیم و ایره میگیریم، ایره دوباره پایان میکنیم که منزل پایانه در اینجا داشته باشیم. این منزل خام منتو را در دیگ منتو ببینیم، این هم پخته شده. باز هم همون کار را تکرار میکنیم، ایره با یک برسی از روغن میزنیم که زیاد نباشه، اما یک دکی میزنیم که اینا درست شوند. و همی امدفیش قرمه دار است که یک دفیش ما کشیدیم بدون قرمه و امدفیش با قرمه استفاده میکنیم. به شما ببینین که چطور آله با قرمه چه قسم معلوم میشه. و بیننده های عزیز، من معذرت میخوایم از کسایی که این منتو رو میبینن و مجرد هستن، شرایط ندارن که رو پخته کنن، اما من در خلق پروگرام حتما براتون یک دانش بیاد کسایی که نمیتونه و شرایط نداره میخورم، تا که برای از اونا رو هم یاد کده باشه. ببینین این بازم خوب پخته شده، خوب معلوم میشه و منتو دانه دانه جدا میشه و مقبولیش ده ایست که چه خوب دانه های منتو کنان کنان است و وقت مردا میبینن احساس خوشحالی میکنن که منتوی فین پگی جور شده امروز. و امدفعه ما بروش قرمه مندازیم تا که شما ببینین که میتونین که با قرمه یا بی قرمه شما منتو را بزر بکشید. و حال دروی ازی هم ماس مندازیم. ببینید که من چی یک قاشق جانانی مقبول سفید دارم که بر انداختن ماس بیخی پرفکت به درد میخوره و ماس همه قدر در روی منتو مندازه که لازم است. ببینید حال میریم و یک ذره قرمه را میگیریم که در روی منتو پردیم و شما ببینید که ایده پس میکنیم. از اینجا پروگرام منتو یک ذره گرو بارک و گتواتی و اینا بسیار داره و اما به مزهش میارزه. امیال دخترم گفت که مادر همونطوره که منتو کار داره، اما همونطور یک مزم داره که مزهش دوباره زحمتایش جبران میکنه. ببینید و همین قرمه را که ما تهیه کردیم انال بروی ازی مندازیم کمک کمک. سعی کنین شما را به خدا از عقب تیر نشین. ببینین که این چی رنگ معلوم میشه، دیوانه کننده است، اصلا طوفان کده. من خودم اصلا آبای دانم میره، من هم میفهم که شما چطور مقامت دارین. من کیره میبینم بسیار خراب و بیتاب میشم. واقعا که یک غذای است که عقل میتون به مردا که چرا اینقدر خوش دارن که همیشه خانوما منتو تیار کنن. و ببینین حالا هم درویش این پیتلی را مندازیم، گشنیچه خوش مندازین یا گشنیچه تازه دارین مندازین یا نانا مندازین، هر چیزی که میلتان است. من امرای زیر رازیستم و حال یه خوشه از روغن قرمه خود هم بروی منتو مندازیم. ببینین که این کیفیتش و چیرش با کلی متفاوت میسازه. ببینین این منتوی قرمه دار و این هم منتوی بی قرمه که در ریزی هم ما ماسه مندازیم بر دو شکل، برای کسایی که قرمه را خوش دارن و برای کسایی که قرمه را خوش ندارن. البته در فامیلا دیدیم که یک تعدادی هستن که میگه بر من قرمهش نپختو، فقط منتو را خالی خوش دارن. بیننده های عزیز، آمدیم به این قسمت پروگرام که ما کامنتارا و سوالات جواب میدیم. البته باید یادآور شوم که یک بیننده ما پرسون کرده بودن که
خلطه آرد در امریکا چه قسم معلوم میشه آرد سفید و آرد سبوسدار که محیط پیدا نمیتونه. بیننده عزیز، آرد سفید در امریکا به این شکل پیدا میشه و این خلطه های کلان شما است که میتونین، و آرد سبوسدار وقتی که ما در چیز در خجور و چیزهای دیگه یا نان و اینا استفاده میکنم، اینی 100% سبوس است و این را میتونین شما علاوه کنین. همچنان یک بیننده عزیز دیگه ما پرسون کرده بودن که تخم گندنه در کجا یافت میشه و به نام چی یافت میشه. اصلا تخم گندنه در مغازهای ایرانی، عربی و ترکی یافت میشه و اسمش هم ایرانی ها به نام تخم تره دوستای ایرانی ما یاد میکنن، و این هم مثل سیادانه اگر از پیش عکاسی کنید داخلش هم که باز کنیم مثل دانای سیادانه که چطور قایم است، مثل دانای سیادانه میتونین از پیش عکاسی کنید. من این باید سرش باز کنم تا بیننده عزیز ما ببینم که این چه قسم معلوم میشه. داخل از این پیاده گرد من دازم ببینیم مثل دانه سیادانه معلوم میشه، این چیز. اما نوشتش تخم تره نوشته شده و نامای دیگهش هم به اینجا است. اگر میخواین که سرچ کنین یا پیدا کنین برتان، داشتن گندنه دولی یک بسیار یک نعمت است که ما افغانا به اون نیاز داریم. امیدوار هستم که از این خاطر شما کمک شده باشین. همچنان بیننده دیگر ما درباره دیگ ها سوال کرده بودن که شما همی دیگ را که در شلا پخته کردین یا قرمه پخته کردین این از کجا خریدین. ما هم بسیار دیگ ضرورت داریم و نمیفهمیم که از کجا پیدا کنیم. من دیگ های خود حتی از دیزی دیسکاونت، دکان ایرانی، عربی و از ارزانترین سوابمیت های مکسیکانی ها پیدا کردیم و در اونجا همیشه دیگا به سایز کلانتر و فامیلی سایز پیدا میشه. همچنان در این وبسایت، در این سایت اگر شما برید، اینجا یک کمپانی دیگه است که هر قسم دیگه که شما ضرورت داشته باشین بر اندازه میتونید که از این سایت برتان آردر کنید و در پشت خانه‌تان میاید. انشاءالله که مشکلات دیگه کلان داشتن هم بر افغان ها، بر قابلی و برنج شلیشان و بر نظرهایشان ضروری است که من میفهمم که یک چیز است که من خودم بسیار پشتش گشتیم و پالیدیم تا که یافت کردیم. یک بیننده دیگه ما به نام غزال جان در باره نگهداری ساس سلات پرسان کرده بودن که اونا از ما پرسان کردن که چطور امی ساس سلات را که ما در هفته قبل درست کردیم این را ما در یخچال نگهداری کنیم یا دالت نرمال نگهداری کنیم. ما نمیفهمیم که چطور کنیم که در بوتل پرتیم کجا نگاه کنیم. بیننده عزیز، اول ساس سلات شما به اندازه یک گیلاس یا اضافه تر جور میکنین که در مو یکی دو روز مصرف میکنین. هیچ مجبور نیستین که شما چرت تزیره بزنین که ساس سلات تانه در کجا نگهداری کنین. حتی در آشپزخانه، در دان ورسی تان، در سر میزتان، در هر جای در یک بوتل یا یک ظرف سربسته نگاه کنین برای یکی دو روز و بسیار خوبی نگهداری میشه. اگر شما ساس سلات را میخواین یک بار جور کنین و او را برای یک هفته یا دو هفته تا نگهداری کنین، معلوم دار که او ساس همیشه در یخچال نگهداری میکنین. پیش از این که او را بگیرین و مصرف کنین و سلات پرتین، همیشه باید او را خوب شور بدین که تمام موادش دوباره گد شود، که تنشین میشه. باید خوب شور بدین و برای سلاتتان پرتین که تازه تازه استفاده شود. این هم خدا کنه که از ما چیز فهمیده باشند. همینطور درباره سوریا جان عزیز یا SSA هم یک مسیج داریم که را نوشته کردن. که فرمایش های اول ما را پخته نکدی و حالا چون در استرالیا هوا رو به سردی است، بازم علیم فرمایش دادن که عزیزم بر ما امی علیم پخته کو که بسیار خوشحال میشیم. بیننده عزیز، اگر ما
معلمه ده ای هوایی که ما به این گرمی که داریم اگر معلمه پخته کنیم فکر کنیم که ما از داغی خود بیار شدیم. امی که هوا رو به سردی شد حتما ما غذاهایی مثل کچل قرود، شلیلبه، الوا و علیم و چیزهای دیگه که بر موسم سرد است حتما ممارات میکنیم و پخته میکنیم. شما منتظر باشین. همچنان بیننده عزیز دیگه ما پشتانه جان بر ما نوشته کرده که فایمه جان ما را به یاد کباب داد خدا انداختین. روزی که ماش میگرفتیم هم همکاران ما آنجا کباب نوشی جان میکردیم. یاد هم انجینرا سایبا بخیر و تمام بیرقای افغانستان هم فرستاده، تمام انجینیرهای ما به سلامت باشن. همچنان پشتانه جان چبی کباب را از طرز ویدئوی ما پخته کرده که در گفته که در تمام عمرم من قسم مزه چبلی کباب اصلی را نخورده بودم که مزهش انتظار داشتم. به سلامت و خوشحال باشین. سومن عمیدی نشته کرده که 12 سال از مادرم را ندیدیم، خودم مسافر هستم در روسیه. جانم عزیزم سومن جان به سلامت باشی. رازیه جان زازه این اشتر کرده تشکر از ساز سلات که برای ما آماده کردی. آفرین به حوصله مندی که داری، درست معلومات دیدی. یک جان تشکر، همیشه کامیاب و خوش باشی. کابل کچینم همیشه قدردانی و محبت های خود به ما تقدیم میکنه و افغانگرز همچنان بیننده دیگر ما به نام زمرد که همیشه لطف کرده با وجودی که خودش مقبولترین نام داره یا بارزشترین نام خودش داره همیشه از ما صفت میکنه و باعث قوت قلب ما میشه. میفهمم که یک زن مهربان و خوب است. یک بیننده دیگه ما به نام مستان نور، چقدر نام شیرین داره، نوشته کرده که سلام خانم فایمه جان عزیز، تشکر بسیار زیاد از برنامه‌های زیبا و شیرین و مقبولتان. من واقعا ایران میمانم که شما چی طور این رقم یک فضای زیبای آشپزی را بسیار بسیار خوب جور میکنین و من همیشه میخواستم اخته کردن کباب گوشت گوسفند یاد بگیرم که شکر خدا شما به ما آموزش دادین. بسیار زیاد خوش شدم. بخیر دیگه درست میکنم. یک جان تشکر از شما. امیدوارم شما خانم فهیمه عزیز مسیج من هم به خانش بگیرین. بسیار خوش میشم و قلبه ها را بسیار زده. و از او یک مسیج داده که از او روز مسیج داده که در مورد عوضی پیش حمام که چقدر مزه میداد و بسیار وقت است که نخورده، لطفا عوضی را در پروگرامتان وقت بتین و پخته کنین. حتما ما این کار را میکنیم وقتی که نوبت برسه، چرا نه؟ به سر عرضو دیده ما اجرا خواهد کردیم. همینطور روینه جان سرابی نشته کرده که نام هم اگیر خواندین نام من را نخواندین. بسیار علاقمند شما هستم، از کانادا تمام برنامه های شما را میبینم. قربانتان روینه. امیدوار هستم روینه جان شنیده باشی که ما هم نام خودت در قطار دوستارا و علاقمندهای پروگرام گرفتیم. امیدوار هستیم همیشه ما را تماشا کنی و سلامت باشی. همچنان سفره رنگین از کانال آشپزی داره و به حمایت شما وطنهای گرامی نیاز دارن. بعضی ها وقتی که یک چینل آشپزی را درست میکنن همیشه یک چشم امید به شما دارن که او چینل از او نگذاری و یک تماشای بکنی. حتما نیاز دارن. تشکر. امیدوار هستم که سفره رنگین شنیده باشه و از او جاها و اینای ما بسیار خوشش بیایه. تشکر. مهربانی کردین، لطف کردین. بینندگان عزیز، حال آمدیم دولی بیرون از خانه که براتون نشان بدم. بینندگان ما گفته بودن که ما بخش درخت ها و اینا رو بسیار دوست داریم و همه تو درخواست کرده بودن که بعضی وقتا بر ما هدایت بدین که ما درخت ها رو چگونه نگهداری کنیم و چرا از شما قدر میوه زیاد میته و از نباتاتتان و سبزیجاتتان چطور نگهداری میکنین. اینا من خواستم که یک بخشی از
نگهداری درخت ها را که چرا بلگای درخت ها زرد میشن یا خود چنبلک میکنن یا حالت مریض به خود میگیرن. و یکی از علتاش ایست که از خانه های همسایه یا از بلندی ها از هر جایی که هست شمال مرض هم میاره به درخت های شما. و علاج از او ایست که شما یک لیتر ها بگیرید در نینه تو یک اسپری که بتانین ایره اسپری کنین. بسیار ساده است، مینه تو یک بوتل پلاستیک اسپری را بگیرید و در این ها بگیرید. سعی کنین مواد بسیار طبیعی کار داره، مواد ظرفشویی، بیکن پودر و روغن. این سه مواد مواد است که درختایتون همیشه از مرضا نگاه میکنن و بسیار طبیعی است، هیچ ضرری به میوه درختان یا درختان نمیرسانن. برعکس، بعد از اینکه ایره زدین 10 روز بعد 15 روز بعد خودتان میبینین که درخت چی حالت را به خود میگیره. اینال ایره براتون من نشان میدم که یک قاشق روغن، یک قاشق بیکن پودر که بیکن پودر اینه میبینین که بیکن پودر خوردنیست که خورده میشه، یک قاشق بیکن پودر، یک قاشق هم از این صابون که ظرفایتان میشوین. وقتی صابون از جمله صابون هاییست که اصلا ضرر نداره و حتی میتونین که مرغک های چوچه را هم با اینا بشوین و آسیب برشان نمیرسن. این با هم خوب شور میتین. فکر کنین به این مواد بسیار ارزان و کم شما میتونین که درخت های سالم داشته باشین. علت از این که درخت های ما هم ترست به خاطر از این که ما مراد میکنیم و این مواد هر 15 روز یا هر 10 روز میزنیم و دو بار تکرار میکنیم. یعنی که اینال اگر من درخت خود زدم 10 روز یا 15 روز صبر میکنم، بهتر است که 10 روز صبر کنین. صبر کنین و 10 روز بعد دوباره همی کار تکرار کنین. یکی از درخت های ما که گواب میکنه و میوه بسیار خوب داره و بسیار بوی خوب هم داره، ما میریم امروز او درخت اسپری میکنیم. شما ببینید باز یک روز دیگه درباره گلدانه و ترکاری هایی که ما تازه ترتیب دادیم مفصل هم رایتان گپ میزنیم. حالا میریم و این را خوب شور میدیم و همو درخت را که من گفتم که حالتش خوب نیست براتون نشان میدم که او خوب معلوم نمیشه. همو درخت ببینید بلگای درخت تقریبا زرد میشه یا حالت این ترکایی را اینتو اگر میشه اینتو میشه ببینید. اینا همه نشاندهنده عزیز که شروع یک فنگس است که این را باید ما جلوگیری کنیم. در غیر از او چونی بسیار گل کده سعی کنیم که چقدر میوه باید بتم سال. و این درخت پخچم است، بر خرگوش ها بسیار خوب است، اونا حتما ایره و بسیار خوشی خود برده تانستن. خب ایره به این شکل ببینید بسیار ساده است، مثل از این که یک او پاش باره پاش بتین درویش دو بار دور درخت گشته ایره شما اسپری میکنید. این باعث میشه که درختتان سالم و بسیار خوب و میوه‌هاش بدون کدام خرابیه براتون سالم بته و میوه بسیار بته. همین مواد شما امتحان کنید. فقط همچنان من براتون میگم این مواد به اندازه بی‌ضرر است که حتی اگر شما درخت در حال میوه هم اسپری میکنین که مرض میزده باشه هیچ ضرری به این نیست، فقط 10 روز بعد میتونین میوه از این شما مصرف کنین. ببینین که الگک ها چقدر شیرین شدن. بینندای عزیز، حال آمدیم در قسمت آخر پروگرام که پیش از این که من راجع به پروگرام گفت بزنم یک بیننده دیگه با برام مریم جان از ترکیه گفته بود که اسم من را بگی که یادم نره. خدا خوب شد که در میخاطم یادم اومد. و قدسیه جان که گفت گل گلاب، خودت گل گلاب ماستی، زنده باشی سلامت باشی.
برحال میخواستم که در بالی همی پروگرام بگویم که نه تنها من وقت پروگرام های خود را سرچ کردم، نه تنها بزرگ سال ها بلکه طفل های خورد، اما تو را که یک بیننده ما جرمنی نشته کرده که طفل ها زیادت پروگرام مرا خوش میکنن و سعی میکنن، اما تو بزرگ سال های ما همی چیز هم در فامیل خودم مشاهده کردم که خواهرم نعیمه جان گفت و خودم آخر هفته دیدم که یوسف جان نواسه خواهرم است که بسیار بچگر که ذکی و شعر و نام خدا مقبول است، بخیر در آخر هفته دو ساله میشه و او یوسف جان همی که امرای مزای نان ما بلد شده نام من بی بیه مونده، تلویزیون مادر کلان خود که خواهرم میشه نعیمه جان میگه که تلویزیون روشن کو و پروگرام بی بی ار پارتو که من ببینم که بر من نان پخته میکنه، مامان پخته میکنه و تمام وقت در چوکیگاه که مخصوص خود که پیش روش نان میمونن میشینه طرف تلویزیون سعی میکنه و به اشتیای نانای من نان میخوره و اینقدر خوش داره که توبه حتی نان خشک مرا اید در زمین نمیمونه و میگیره زود کش میکنه و میگه که بی بیه ای رو پخته کرده. من قربان چیام یوسف جان، میمان چیام آل بی بی بر من تو پخته کردیم بابا گه که من بی بی ای من تو هم ایش بر توست، خب باز برد میتم که بخوری ممم کنی قربان چیام. ای هم پروگرام است که حتی طفلای خورد شوق علاقه میگیرن، واقعا غذا یک چیزی است، فضای آشپزخانه یک گرمی و محبت خود داره که هر کسی که در او داخل شده دوباره با آسانی بیرون شده نمیتونه و در مو جمع ما باقی میمونه و این را من براتون اطمینان میتونم. پروگرام امروز ما همین منتو بود که امیدوار هستم که جوانای ما از ما آموخته باشن، چیز را یاد کرده باشن یا در کمی و کاستی یا در خوبی هایی که داشتن چیزای تازه را بیاموزن. من به همینجا امرای شما خداحافظی میکنم، اما پیش از او یک دانه منتوره من توته میکنم که کسایی که داخل منتوره ندیدن باز برشان سوال خلق نشه که چرا داخل منتوره باز نکردید. من داخل منتوره باز میکنم تا شما ببینید که داخل منتو هم چه قسم معلوم میشه. ببینید داخل منتو هم اینطور معلوم میشه و مسالش به اندازه خوبش است که دخترک یک دانه دو دانه را خورد و گفت که مادر جان دیوانه کننده است و اقدر منتو را خوش داره که میال در پیش روی کمره استاد است و عکاسی میکنه و میفهمه که این منتو را او خورده من روز نخوردیم و میفهمه که چقدر مزه میده. قیامت است با خدا راست میگه دخترم و یوسفت هم راست میگه که غذای بی بیه بسیار مزه میده. مای گاد بسیار زیاد مزه میده، مخصوصا مساله داخلش به اندازه تند و مزه دار است که براتون هیچ گفته نمیتونم. جایتون خالی نوشک جان شما، من به یاد شما هم این لغمه رو خوردم. امیدوار هستم که تا پروگرام بعدی ما رو تعقیب کنین و با ما باشین، سابسکرایب و لایک فراموش نکنین. یک چیزی که سابسکرایب ها رو کم زیاد کنین که من با قوت بیشتر براتون خدمت کنم. من دوستدار خانم ها و کسایی هستم که داشپزخانه همیشه زحمت میکشن. تشکر، خداوند یار و مددگارتون باشه.